در پی اعلام حکم اعدام جمشید شارمهد، برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم از او حمایت کردند. اما جمشید شارمهد کیه و خط فکریش به چه کسایی نزدیکه؟ دختر خبر حکم اعدام پدرش را شنیده و حالا نگران است. پدری که دوست و آشنا او را با این شغل می‌شناختند. پدر من یک ژورنالیست، یک فعال رسانه‌ای که حالا در غیاب او دوستانش هوای خانواده شارمهد را دارند. با یک لبخند و پر از امید تا پدرت از زندان نجات بدی. حتی اینجا در روم ایتالیا نامش زنده است. دوستان اینجا هم هوایش را دارند. جمشید شارمهد از ماست. اما چرا مسیح علی نژاد در مصاحبه‌ای که با روزنامه واشنگتن پست داشت نگران بود عاقبتش مثل روح الله زم و جمشید شارمهد شود؟ مگر جمشید شارمهد فقط یک روزنامه‌نگار ساده نبود؟ او جمشید است. درباره کسب و کارش میگوید: مگه ما خجالت میکشیم مگه کسی رو بخوام بکشیم؟ خجالت نمیکشیم؟ مگه انفجار شیراز مگه انکار کردیم؟ ابله بی سوال. بله ما ترور میکنیم، بیگناه کشته بشه یا کشته باشه این اصلا مطرح نیست. او رهبر یک گروهک تروریستی بود، نامش را گذاشت هندر. بله ما ترور میکنیم، وحشت به وجود میاریم برای همین افراد. زاده ایران است اما مهر کشورهای دیگر را هم در شناسنامه‌اش دارد. دارای تابعیت مضاعف کشور آلمان. خودش آدرس محل کارش را هم داده، طبقه دهم ساختمان FBI آمریکا. توی مرکز FBI همون فدرال بیلدینگ طبقه ده. برای همین هم هوای دخل و خرجش را داشتند. بیش از $10,000 به ایران منتقل و تیمها و هسته های عملیاتی تندر در داخل کشور را تامین مالی نموده است. و هم بیواسطه با سران آمریکا و رژیم صهیونیستی ورق‌بازی می‌کرد. نامه‌هایی که مخاطبانش مایک پومپئو، دونالد ترامپ، جان بولتون، برایان هوک و بنیامین نتانیاهو بودند با محتوای اقدامات تروریستی. اگر دست بچه‌های ایران رو پر بکنیم، پر منظورتون از اسلحه؟ اسلحه بله، همون کاری که ما داریم الان انجام می‌دیم. شما اعتقاد دارید به کارهای رادیکالی در ایران؟ نه رادیکالی نیست، این کارهای مسلحانه. با وجود همه این حامیان او نتوانست به قولش عمل کند. بهتون قول میدم هیچ کاری با ما نمیتونم بکنم، پیروزی از آن ماست. یک قول آشنا. ما پیروز بشیم.